از الان زدی بیرون از خونه؟ آره آبجی، ندیم گفت اگه راکشی قراره شب بزنه بیرون پس بهتر اینه که من چند ساعت قبلترش برم بیرون که کسی شک نکنه. الان دارم میرم پیش ندیم. این پول پیشت باشه آبجی، بگیرش، بهش نیاز پیدا میکنی. داداش امجد که نمیدونه داری از این خونه میری، واسه همین همون مقدار پولی رو داده که برای 3-4 روزی بتونی داشته باشی و خرجش کنی. منم از ترس اینکه شک نکنه پول زیادی ازش نخواستم. مواظبش باش اصلا. چی من کجا ببرمش؟ خدیجه رو یادته؟ خونه خاله رضوانه مستأجر بود. تو بچگی با هم دوست بودیم. آره، همون که وقتی که شماها کلاس دهم بودین ازدواج کرد و شما خیلی گریه کردین. آره همون سال قبل اتفاقی توی قطار دیدمش وقتی من و مراد داشتیم عروسی فامیلاش می رفتیم. از همون روز باهاش در ارتباطم. من باهاش حرف زدم. این آدرس خونه شونه. مستقیم برو همونجا. ولی حواست باشه. زیاد نمون اونجا. شوهر اون امام مسجده. خطبه عقد شما رو می خونه. بعدش چند روز بمون و با خودت بیارش اینجا. تا اون موقع حتما همه چی درست شده دیگه. آبجی واقعا فکر میکنین همه چی درست میشه؟ اگه عقد کنین کسی نمیتونه کاری کنه. فوش و ناسزا، بد و بیرا، دعوا و کتک، این چیزا رو که دوتاتون میتونید تحمل کنید نه؟ شما چی؟ اگه همه بفهمم با کمک شما فرار کردیم اون وقت به شما بد و بیرا میگن نه؟ شما میتونید تحمل کنید؟ اون موقعی نمیتونم تحمل کنم که تو راکشی رو فراری ندی. من نمیتونم ببینم که اون نابود میشه. نابودی تو رو هم نمیتونم ببینم. نابودی مراد رو هم. واسه همین این بهترین کاره. زندرش من اصلا اومدم این پولو بهت بدم. نتونستی از داداشت پول بیشتر بخوای. با دیدن قیافت فهمیدم که تو جرأت نکردی پول بیشتر ازش بخوای. بیا بگیرش. نه خب آبجی به هم پول داد. ایوا مگه زن داداشت برات مثل خواهرت نیست؟ داداشت خیلی ساده است. من زود فهمیدم چه خبره. ولی اون حتی شک نکرد. اما اصلا موقع عصبانیت اون به هیچ وجه ساده نیست. لطفا حواست باشه. میفهمی چی میگم نه؟ Thank you.
کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. تو جسه ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مند